سلام. به این قسمت از درس زبانشناسی خوش اومدید. امروز راجع به speech acts یا کنش کلامی میخواییم صحبت بکنیم. ما زبان رو به کار میگیریم و با به کار بردن زبان در واقع کاری رو انجام میدیم که این رو میگیم کنش کلامی. مثلا زبان رو به کار میگیریم، درخواست میکنیم. زبان رو به کار میگیریم، از کسی میخواهیم کاری رو انجام بده، امر و نهی میکنیم، قول میدیم، اطلاعات میدیم به دیگری، پرسش میکنیم. اینها کنش هاییه که ما به کار بردن زبان در واقع انجام میدیم. این رو میگیم speech act. یه چیزی با این زبان داریم انجام میدیم، یه کاری میکنیم. خب حالا این speech act از کجا اومد؟ در گذشته افعال رو به دو دسته تقسیم میکردند: performative verbs و non-performative verbs. performative verb اونهایی بود که تا گفته می شدند، تا به زبان آورده می شدند، در واقع کار انجام می شد. اینها رو می گیم performative verbs. من اگر بگم قول میدم این کار رو بکنم، همین که گفتم قول میدم یعنی قول دادم، یعنی کار قول دادن انجام شد. پس اینجا فعل قول دادن رو میتونیم بگیم performative verb هست. حالا فارسی این اصطلاح رو خوب نمیدونم، بگیم مثلا اجرایی و غیر اجرایی. در افعال اجرایی تا گفته میشن کار انجام میشه، اجرا میشه، و در نان پرفورمتیو اینجوری نیست. حالا مثال نان پرفورمتیو: prices are going up these days. قیمت ها این روزا داره میره بالا. با گفتن من قیمت ها بالا نمیره. عوامل دیگری دخیل هست در بالا رفتن قیمت. در اینجا کنش کلامی ما نیست که این کار رو باعث اتفاقش میشه، ولی در اون قول میدم این کار رو بکنم، تا میگیم کار در واقع انجام شده، یه کنشی هست که اتفاق میفته. حالا تفاوت اینها رو میبینیم: performative verbs و non-performative verbs. ولی بعد از یه مدتی اومدن گفتن که نه، فرق نمیکنه ما در جمله فعل performative داشته باشیم یا non-performative، هر چی میگیم یه کنشی انجام میشه، کاری انجام میشه. مثلا وقتی میگم prices are going up these days، این در واقع به صورت یک کار informing داره انجام برای ما کار انجام میده. یعنی من به تو اطلاع میدم که آره، قیمت ها داره هر روز بالا میره. پس من به تو اطلاع میدم، این میشه چی؟ performative. یعنی فرق نمی کنه ما چه فعلی رو داریم به کار می بریم، با هر جمله‌ای که بیان می کنیم یک کنشی انجام میشه. در نتیجه ما میتونیم بگیم که در کلام ما کنش هست، یا کنش های کلامی داریم که اونها رو میگیم speech acts. حالا این کنش کلامی ممکنه مستقیم باشه، ممکنه غیر مستقیم باشه. خب بعضی وقتا هست ما اون مطلبی که در ذهنمون هست میخواییم بیان بکنیم، مستقیما همون رو بیان میکنیم،
و بعضی وقتا نه به صورت کنایه، به طور غیر مستقیم یه چیزی میگیم، یه چیز دیگه شنونده از اون استنباط بکنه، برداشت بکنه، و اون موقع میشه کنش غیر مستقیم. حالا چجوری اینها رو بشناسیم؟ ببینید، ما اگر ساختار جمله ها رو در نظر بگیریم و نقشی که اونها دارن بازی میکنن در گفتار ما، یکی Did you open the door؟ سوالی هست، interrogative هست. ساختار سوالی به کار رفته و نقش این جمله سوال هست، داره سوال میکنه، میپرسه. و ساختار چی هست؟ میبینید you که اینجا فاعل هست، در اینجا ما به اس نشون دادیم، اومده درون predicate یعنی گروه فعلی ما did و open، درون اون قرار گرفته. یعنی اگر بخواهیم به صورت فرمولوار نشونش بدیم، predicate داریم و درونش subject داریم. این ساختار که predicate درونش فاعل باشه، ساختار interrogative هست و نقشش question. حالا اگر من ساختار سوالی استفهامی رو به کار ببرم و منظورم هم پرسیدن باشه، یعنی نقشی که میخوام زبان برای من بازی بکنه نقش پرسش هست، اون موقع کنش من مستقیم هست، مستقیما سوال کردم و میخوام جواب بگیرم. ساختار بعدی میبینید open the door، فقط فعل داریم، از subject خبری نیست، یعنی به صورت نمادین میتونیم یه P بنویسیم. این imperative هست، از نظر ساختاری امریست و از نظر نقشی هم یا خواهش است یا دستور، بستگی داره به اینکه این please رو داشته باشیم یا نه. و you open the door declarative، ساختارش فاعل قبل از فعل اومده، پس یک statement هست، جمله بیانی است و اطلاع میده. خب این ساختارها رو داریم، این نقش ها. اگر ساختار با نقش منطبق بود، کنش کلامی مستقیم هست، direct speech act داریم. ولی اگر ساختار با نقش یا کنشی که میخوایم انجام بدیم منطبق نبود، کنش میشه غیر مستقیم. حالا همین open the door رو در نظر بگیریم. اگر open the door please به کار بردیم، ساختار predicate هست و در واقع میخواییم در رو باز کنن، اون رو مستقیم بیان کردیم، پس کنشمون مستقیم هست. ولی may I ask you to open the door، ساختارمون سوالی است، ولی نقشش نقش در واقع درخواست است. may I ask you to open the door سوال نمی کنه، yes no question نیست که طرف برگرده جواب بده yes، نه، در جواب این سوال باید عمل بکنه، در رو باز بکنه، همونطوری که در مورد جملات امری اینجوری هست. پس این اگر میخواد در باز بشه و یک سوال رو به کار برده، کنشش چیه؟ غیر مستقیم هست. یا در این جمله there's the bell، زنگ میزنن تو خونه، این زنگ میزنن، بعد یکی میگه there's the bell، این از نظر ساختاری declarative هست، ولی نقشش statement نیست، نمیخواد بگه که من به تو دارم اطلاع میدم که دارن زنگ میزنن، نه، منظور اینه که برو در رو باز کن، دارن زنگ میزنن،
و به طور غیر مستقیم داره میگه درو باز کنید. پس این دوتا indirect هستن، این direct کنش میتونه مستقیم باشه، میتونه غیر مستقیم باشه. در خیلی موارد به خاطر ادب، برای اینکه ما مؤدب باشیم و تحمیل نکنیم گفته خودمون رو به دیگران، کنش غیر مستقیم به کار میبریم. حالا این مؤدب بودن هدفش چیه؟ یعنی حفظ آبرو، فیس سیوینگ. حالا ما کلام رو به کار میگیریم، این کلاممون میتونه فیس سیوینگ باشه یا فیس ثرتنینگ باشه. در گفتار فرق نمی کنه، هم میخواییم آبروی خودمون حفظ بشه، هم میخواییم آبروی دیگران رو حفظ بکنیم، و به این خاطر هست که ما پولایتنس داریم، مؤدبانه حرف میزنیم، چیزی نمیگیم که خودمون آبرومون بره و چیزی نمیگیم که آبروی طرف رو به خطر بندازیم. و در اینجا، در این کاربرد، در این کنش ها، ما ممکنه وجهه مثبت بگیریم، ممکنه وجهه منفی بگیریم. یعنی کنش کلامی ما ممکنه پوزیتیو فیس داشته باشه یا نگتیو فیس. وقتی پوزیتیو فیس هست، اینجا تعریفش رو نگاه کنید، being connected and a member of the group. اگه ما خودمون رو جز گروه حساب میکنیم و کلاممون رو مطابق با اون بیان میکنیم، این موقع ما به چه مثبت داریم. منم مثل شما هستم، از شما هستم، حالا این کار رو بکنیم. ولی اگر خودم رو جدا کردم و من و دیگران در واقع داشتم، وجه منفی خواهد بود. این دو جمله رو نگاه بکنید. Let's do this together. حالا بیایید این کار رو با هم بکنیم. یعنی من هم از شما هستم، بیایید با هم. یه وجه مثبت. ولی I'm sorry to bother you, but let us do this مثلا. Or please do this. همین که میگه ببخشید مزاحمتون دارم میشم، یعنی یه فاصله گرفت اینجا و این میشه چی؟ وجهه منفی. پس ما در این روابطمون سعی میکنیم ادب رو رعایت بکنیم، آبرو رو حفظ بکنیم، هم آبروی خودمون هم آبروی دیگران، و در اینجا ممکنه وجهه مثبت بگیریم یا وجهه منفی. حالا در این کنش های کلامی رسیدیم به این واژه ها. من این واژه ها فارسیشون رو خوب بلد نیستم، مجبورم همین انگلیسیشون رو بگم. Locutionary act: the saying of something meaningful that can be understood. ما زبان رو به کار میگیریم، یه چیزی رو میگیم که دیگران میفهمن. خب با این کار یه کنشی انجام میشه، کاری، اکتی صورت میگیره. این رو میگیم locutionary، که صرفاً یک گفتار معنیداری گفتیم که دیگران هم فهمیدن. ولی پشت سر این گفتار معنیدار ما ممکنه elocutionary act داشته باشیم. Using a sentence to perform a function. ما جمله رو به کار میگیریم، صرفا به این هدف نیست که من یه چیزی بگم شما بفهمید. این لازمه، من یه چیزی بگم شما نفهمید که اصلا ارتباطمون درست برقرار نمیشه. خب اون رو میگیم، ولی پشت سر اون میخواییم حتما کاری هم انجام بشه. این میشه elocutionary act. و perlocutionary act میشه نتیجه اون گفتار ما، کنش انجام میشه و نتیجهی که حاصل میشه.
پس ما یه چیزی میگیم معنی دار، دیگران میفهمند و از این چیزی که میگیم فانکشنی، نقشی رو میخواییم اجرا بکنیم، کاری انجام بشه که میشه elocutionary act و نتیجه اون حاصل کار میشه چی؟ perlocutionary act. حالا open the door رو اینجوری در نظر بگیریم، اگر معنی جمله رو، معنی open و door رو کنار هم بذاریم، در و باز کن رو بگیریم که اون معنیش مورد نظر ما هست، میشه شماره یک، یعنی locutionary act. بعد open the door رو میگیم as a request or order، حالا دستور میدیم یا خواهش میکنیم که در رو باز بکنید. این دستور خواهش در واقع میشه elocutionary act و یک کسی در رو باز میکنه، این میشه حاصل کلام ما، نتیجه، و اون هم میشه چی؟ perlocutionary act. یه استراحت بکنیم، برگردیم.